بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود بر شما. برنامه پویش را به شما پیشکش می‌کنم. در این بخش به مسئله رادیکالیزه شدن منطقه به ویژه شمال آفریقا و خاورمیانه و حضور نسل تازه‌ای از القاعده و این رشد خشونت در منطقه می‌پردازیم. شما در بخش‌های پیشین خبری و به ویژه در این روزها شاهد این هستین که مسئله انفجارها، مسئله کارهای انتحاری، انفجارهایی که در شکل‌های مختلف در عراق میتونه اتفاق بیفته، در الجزیره اتفاق میفته، در شمال مالی میبینیم که این ماجرا پیش میاد و اسلامگرایان تندرو در اونجا رشد میکنن. در مصر این روزا شاهد مسائل بسیاری هستیم و دو سوی قضیه، هم رشد اسلامگراها و از در برابر اونها البته مقاومت جوانان انقلابی، همه و همه و از همه مهمتر سوریه، رشد گروه تازه‌ای که در برابر خشونت آقای اسد اونها هم نوع دیگری از خشونت رو ارائه میدن. برای این بحث گفتگو میکنم با آقای رضا علوی، روزنامه نگار و تحلیلگر در تگزاس، و به ایشون روز بخیر میگم. جناب علوی، درود بر شما. درود بر شما، درود بر بینندگان عزیز برنامه پویش. جناب علوی، شما این رشد خشونت و رشد اسلامگرایی به ویژه از نوع القاعده و سازمان‌های شبیه القاعده و یا در ارتباط با القاعده را چگونه می‌بینید؟ مقدمتاً عرض کنم که این اسلامگرایی که ازش صحبت می‌کنیم برخلاف اسلام یک ابداع تازه‌ایه. اسلامگرایی یک شکل از سیاست دینی شده که نمادهای مذهبی رو برای اهداف سیاسی به کار می‌گیره. ما باید تفاوت قائل بشیم میان اسلام و اسلامگرایی. یه اصطلاحی هم که خیلی متداول هست اسلام حراسی هست که رواج میدن تا به این وسیله منتقدان رو به عنوان غرض‌ورز و کینه‌دوز معرفی کنن. اسلامگرایی بر اساس تعریفی که هانا آرنت میکنه و سایر فیلسوفا در این زمینه ها، یه شکل تازی از تمامیت خواهی، تامگرایی، توتالیسم هستش. در اسلامگرایی، اسلام به مثابه نظام اسلام و دولت تفسیر میشه. در اسلامگرایی یهودیان بزرگترین دشمنان مسلمانان هستند و مسئله بهره‌گیری اسلامگرایان از ابزارها و سازوکارهای دموکراتیک برای یک سری اهداف تمامیت خواهانه و ضد دموکراتیک استفاده میشه. یه تحول کلاسیکی هم از مفهوم جهاد به وجود میاد که این کشیده میشه به طرف جهادگرایی تروریستی و بدین وسیله وارد یک سری مفاهیم تازه از شریعت میشن. در حال حاضر در مشغولی عمده اسلامگرایان گسترش یا به عبارت دیگه جرفا بخشی به ایمان دینی نیست، بلکه دقیقاً به وجود آوردن یک نظم سیاسی، یک مفهوم تازه‌ای رو ابداع میکنن که یک ارتباط روشنی با تاریخ اسلام اصلا نداره. اسلامگرایی بخشی در واقع از جریان جهانی بازگشت امر مقدسه و به همین علت هم است که اسلامگرایی یک جماعت خیالی رو درست میکنه به عنوان امت و در واقع یک نوع بحران هنجاری که برمیگرده به مسئله تجدد سکولار و بحران ساختاری که به یک توسعه در رو میاره و اینجاست که مسئله بازگشت امر مقدس یا یک نوع رنسانس مذهبی به وجود میاد که در واقع دین در این بازگشت بگردیسته میشه، حالت بگردیسته وجود میاد و شکل سیاسی به خودش میگیره. ولی در مورد شرایطی که امروز در منطقه وجود داره و به خصوص حوادثی که در اوایل ماه ژانویه از شمال افریقا و از کشور مالی شروع شد، به هر حال بهتر میتونیم این مسئله رو باز کنیم که یک نسل جدید القاعده این در به اصطلاح مستقر شده در شمال کشور مالی و اینها با سودای اینکه بتونن حکومت مرکزی رو در اختیار خودشون بگیرن به این وسیله به کشورهای اون منطقه که به اصطلاح بهش میگن کشورهای ساحلستان یا نوار ساحل، ساحلستان در واقع منظورم
کشورهای شامل سنگال، موریتانی، نیجر، الجزایر، سودان و اریتره و غیره میشه که یک در واقع نواری به طول 1000 کیلومتر از اقیانوس اتلانتیک آغاز میشه و تا دریای سرخ ادامه پیدا کنه. اسلام گرایان در تلاش هستند که بتونن کلیه کشورهای ساحلستان رو زیر پرچم اسلام در بیارن. و حتی این حادثه گروگانگیری هم که هفته بعد شروع شد، تاسیسات قاطی رو در الجزایر گرفتن، خب برجهت تمام جهانیان رو مفقود کرد، شگفت زده کرد. این نشون میده که حضور القاعده در افریقا، اونم بخصوص با توجه به فقر گسترده و دردناک که توی قاره هستش، بر صورت شرایط نگران کننده رو برای جهانیان به وجود آورده و این نشون میده که در واقع این شرایط به شکل بسیار نادرستی داره جلو میره. ببینید یک واقعیت که وجود داره آقای گوهرزاد، اگر ما دهه 1990 بر این اساس بریم جلو که نسل اول القاعده به اصطلاح به وجود اومد، القاعده رو درست کردن و به اصطلاح بن لادن به این وسیله اسرائیل وجود کرد و مکانی که القاعده رشد پیدا کرد در واقع افغانستان بود، ولی بعد از 11 سپتامبر 2001 یک نسل دوم از القاعده اعلام موجودیت کردن. اونا دیگه به یک افغانستان واپسگرا رضایت نمیدارن. نسل دومی القاعده تمام جهان اسلام رو از پاکستان تا عراق میخواستن و بعدن هم در اول ماه می حدود 2.5 سال پیش بعد از کشته شدن بن لادن و به قدرت رسیدن از ظواهری، به عنوان مفتی اعظم، به عنوان پیشوای القاعده و همچنین پشپندش هجوم گسترده‌ای که امریکا و غرب به القاعده انجام داد، القاعده احساس کرد که نیازمند یک نظم نوین، یک تشکیلات جدید. از ظواهری استراتژیش متفاوت بود با بن لادن. از ظواهری در واقع در ستیز با غرب شمشیرها رو از رو بستن اون و یارانش و فرمان روایی نیمی دوم جهان میخواستن و برای باور هستن همونطوری که عرض کردم مدیریت کره زمین رو با احکام شریعتی به پیش ببرن. خب حادثه هم که پیش اومد 2 سال پیش که بهار عربی آغاز شد، به حال با انقلاب مصر، آمین تونس، بعدا مصر و غیر و غیره، بهار عربی زمین ساز پیدایش یک نسل نوینی از القاعده شد که ما به اینا بگیم نسل سوم، شاید مناسب ترین نام براشون باشه. جناب علوی، در واقع این نسل سوم به الزاماً نمیتونه وابسته یا پیوسته به شبکه القاعده باشه، میتونه خودش برای خودش یک سازمان باشه و شبیه اونها عمل کنه. ببینید نسل سومی ها در واقع ناتوری نیستش. نسل سومی ها اینها با القاعده قدیمی در ارتباط هستن. در مرکز این القاعده جدید، القاعده قدیمی وجود داره. ظواهری هنوز در پاکستان پنهانه و همچنان مسیر راهبردی افرادگرایی تروریستی جهان رو تعیین میکنه. نه، کاملا درسته. من از این نظر که سازمان هایی که ظهور میکنن و به نوعی بعد خودشون رو بستگی و همبستگیشون رو با القاعده و یا مسیر کار اون اعلام میکنن، اون رو میخواستم بپرسم که اونها رو در مثل کاری که در سوریه انجام میشه، که آنچه که در سوریه دارن الان انجام میدن اون گروه های خشونت طلب، اونها در واقع به نوعی دارن حرکت مثل القاعده رو پی میگیرن. آیا اونها هم که از سلفی ها هستن شما باز به القاعده در رابطه میدونین یا به نوعی خودشون رو مستقل احساس میکنین؟ ببینید اینها مستقل نیستن، اینها در واقع همون القاعده هستن ولی در پوشش مثلا نام جبهه النصره به کشنده ترین عنصر حاضر در میان مخالفان دولت بشار اسد تبدیل شدن. اینها کسانی هستند که توسط القاعده متشکل میشن، مسلح میشن و به شکل خیلی سیستماتیک و منظمی از پایگاه های مثل عراق و اطراف اونجا یمن و الجزیره منتقل میشن به سوریه. به عبارت دیگه یک رابطه بسیار متشکل و منظم وجود داره. برای القاعده
اسد و علویان یک هدف در واقع مناسبی هستند، به خاطر که گروه های از اهل سنت علویان و فرقه انحراف از اسلام میدونن که بعد نابود بشه. در اینجا عرض بکنم که ببین در واقع اون اسلام گرایی ما در منطقه به سه شکل میتونیم وجودش رو احساس بکنیم. یکی در وجود اخوان المسلمین که امروز قدرت سیاسی رو در مصر اختیار دارن، محمد مرسی و دوستانش یارانش. یکی در واقع اسلام گرایی که در ایران وجود داره و این اسلام گرایی القاعده یک اسلام گرایی هستش که از شیوه خشونت هر جایی رو که بستر مناسبی برای رشد خودش در منطقه پیدا بکنه هجوم میاره و حرکت میکنه. به عبارت دیگه بهار عربی زهدان حضور و پیدایش نسل سوم القاعده بود. درسته که اپوزیسیون دستور ناهمگون و متفاوت هستن، اما واقعیت هم اینه که توانایی القاعده در ساخت بمب و حملات انتحاری منحصر به فرده. بله. این روز به روز در اونجا قویتر و مسلحتر میشه. خب جناب علوی، الان غرب در بر سر یک دوراهی قرار میگه در مورد مسئله سوریه. از یک سو بشار اسد مردم رو به رگبار میبنده و هر روز 80 نفر 50 نفر تا حالا میزان کشته شده ها از 65 هزار تا نزدیک 65 هزار تا است، بالای نیم میلیون آواره داریم. از سوی دیگر حضور این گروه هایی که خودشون خشونت طلب هستن در کنار دیگر مخالفان سوری دست غرب رو تا چه اندازه بسته یا باز نگه میداره در این مسئله؟ بله دقیقا مشکل غرب همینه. غرب در مسئله لیبی تجربه‌ای که پیدا کرد متوجه شد که جریانی از القاعده در حال متشکل شدن در اون منطقه هست. بدین منظور هستش که امروز در زمینه مسئله سوریه در واقع به شکل یک حالت نامتجانسی داره و نمیتونه تصمیم درستی بگیره و میدونه که حمایت کردن از اپوزیسیون یعنی حمایت کردن از جریانات رشد تروریستی در اون منطقه است و به ملت هم هستش که به جریانات ائتلافیش، جبهه ائتلاف ملی سوریه که در دوحه جلسه داشتن، در ترکیه جلسه داشتن، مرتبا بینا گوشزد میکنه که آیا میتونید ثابت کنید که شما اپوزیسیون هستید؟ چرا؟ به خاطر غرب میدونه کسانی که در خیابان‌های دمشق در حال جنگیدن هستند اینها اصلی خودشون رو از کجا میارن و چگونه دارن کار میکنن. ببینید شعبه القاعده در سوریه اینها همونجوری که عرض کردم از اشتباهات نسل گذشتهش درس زیادی گرفته. اینا از بکارگیری نام رسمی القاعده خودداری میکنن و در پی همکاری هستن با گروه های اهل سنتی که در اونجا حضور دارن. این گروه ها کاملا مسلح هستند، از پایگاه هایی در عراق برای پشتیبانی و جذب نیرو استفاده میکنند، از سلاح هایی که قطر و عربستان سعودی برای گروه های مخالف میفرسته حد اکثر بهره رو میبرند. رهبر گروهشون هم بر حال یک از کسانی هستش که اتفاقا به نام ابو محمد جولانی، یک از کسانی هستش که برمیگرده و ریشش برمیگرده به جزو نسل اول القاعده. هرچی جنگ داخلی دست داخل سوریه ادامه پیدا کنه القاعده از هرج و مرج و قدبندی فرقه‌ای بیشترین بهره رو میبره و همچنین تلاش میکنه که خشونت رو از سوریه بتونه به لبنان، ترکیه، عراق، اردن و کشورهای مجاور به اصطلاح منتقل کنه. یک از دلایلی که پادشاه اردن در جلسه هفته گذشته بدین گونه مطرح کرد و پیش بینی کرد که شرایط بسیار نگران کننده هست به خاطر که میدونه که خشونت چگونه میتونه وارد اردن بشه. القاعده از انقلاب هایی که دیکتاتورا به صورت انقلاب هایی که وجود اومد بعد دیکتاتورا در تونس و مصر و لیبی در این حال که شگفت زده شد در این حال بیشترین حد و اکثر استفاده را کرد. بله. چرا؟ به خاطر که تونس بر امواج سوار میشه و ایدئولوژی خشونت گرایانه و تروریستی خودشو به سوی حتی شمال افریقا ببره و امروز میبینیم که در شمال افریقا داره چه حوادثی پیش میاد و در همچنین در مصر در شبه جزیره سینا
القاعده نسل سوم از قبایل بدوین هستند. امروز هم حتی در اخبار شنیدیم که تعدادی با ماسک های سیاه در اونجا حضور پیدا کردن در تظاهراتی که امروز جمعه در مصر وجود داشت. بله، من میخواستم به این اشاره کنم در پایان دو سه دقیقه که در این بخش باقی مونده، شما این گروه مصری که به اسم که به شکلی از بلوک سیاه اروپا از شکل دوران 1970 آلمان در واقع دارن پیروی میکنن، نظر شباهت و فرم با لباسهای مشکی، صورتهای پوشیده شده مشکی وارد خیابونها میشن، اینها در کدوم سو قرار میگیرن؟ میدونیم که از یک سو مخالفان مصر کسانی هستن که در دو سال پیش انقلاب رو ثمر دادن، حسنی مبارک رو کنار زدن و جوانایی بودن که وارد خیابونها شدن و توانستن به دوران 32 ساله حسنی مبارک پایان بدن. از این سو میبینیم این گروه که گروه یک گروه آنارشیستی وارد خیابون‌ها میشه و در اصل به یک نوع مشروعیت به پلیس میده که بتونه به مردم حمله بکنه. دقیقاً این مسئله رو اتفاقاً عده‌ای از مخالفین دولت مرسی امروز بیان کردن و گفتن که این کسانی که در بین ما هستن وابسته به ماها نیستن. چرا؟ به خاطری که جبهه‌هایی که امروز در مصر جز مخالفین مرسی هستن، اینا عمدتاً جریانات لیبرال و سکولار هستند، کسانی مثل برادعی حزب موسا و دیگران، موسا و احزاب سکولار، احزاب لیبرالتر هستند، حتی احزاب قدیمی تر مثل حزب الفتح یا حزب القد، اینها سازمان هایی هستند که بیشتر گرایش لیبرالی دارند. جوانان ششم اپریل هم اونا عمدتاً کسانی هستن که از اسلام گرایی گریزان هستن. ولی همونطوری که عرض کردم، ببینید القاعده تلاش میکنه که بتونه بر امواج موجود سوار بشه. حتی آثار فراوانی هستن که در درگیری های پورت سعید در هفته گذشته که نتیجه 30 کشته رو داد، آثار فراوانی از نیروهای القاعده هست و بدون تردید در تظاهرات امروز قاهره وجود این نیروها هست. حتی شورای ملی ائتلاف سوریه علارغمی که تلاش میکنه که با یک چالشی، شورای ملی مصر منظورمه، تلاش میکنه که چالش بکنه و در مقابل این القاعده جدید وایسته و اجازه نده القاعده وارد سنگرهای نیروهای لیبرال و سکولار بشه، ولی با شکلی که حرکت میکنه و با حضور القاعده نسل سوم در شبه جزیره سینا که طلا به اصطلاح اینا بعد از اینکه انقلاب انجام شد و مبارک سقوط کرد، در همراهی با زندانیان جهادی آزاد شده حملات خودشون علیه تاسیسات امنیتی مصر شروع کردن، اینا به ظواهری وفادارن و گفته میشه که ظواهری حملاتشون رو هدایت میکنه. بله، من از شما سپاسگزاری میکنم. شرایط مصر شرایط بسیار دشواری شده، به ویژه بعد از داستان پورت سعید میبینیم که حتی فشار بر زنان و حتی آثار تجاوز جنسی، زور و درگیری هایی که با زنان به وجود آمده، مقدار سازمان ملل و سازمان حقوق بشری رو نگران میکنه و به نظر میرسه که شرایط به سرعت داره دشوارتر میشه در مصر. من از شما خداحافظی میکنم جناب علوی عزیز و براتون آرزوی روزهای بهتر میکنم و سپاس از حضورتون در برنامه. هنگامتون خوش، پیروز و کامیاب باشید. خب بینندگان گرامی، ایزه بدهید که پس از پیام ها به منظر دیگری از برنامه برسیم. با ما باشید. سال جدید میلادی فرا رسیده. با آغاز سال نو میلادی شما چه برنامه و هدفی برای رونق بخشیدن به کسب و کار و حرفه خودتون دارید؟ آیا علاقمند هستید سال جدید میلادی رو با کسب و کار موفق‌تری آغاز کنید؟ از شما دعوت میکنم به تلویزیون اندیشه بپیوندید و با ارائه تبلیغات و شرکت در برنامه های کارشناسان و متخصصان تلویزیون اندیشه سال پر رونق‌تری رو از لحاظ کاری آغاز کنید.
818-425-1952 به خانواده تلویزیون اندیشه بپیوندید. بیشن اصیل متخصص و مشاور رسمی شما از ایالت کالیفرنیا با بیش از 30 سال تجربه و صدها پرونده موفق در امور مهاجرت به آمریکا، اخذ پناهندگی، اقامت از طریق سرمایه گذاری E2 و EB5، ویزای توریستی و مهاجرتی B1 و B2، ویزای نامزدی، ویزای تحصیلی بدون تافل و IELTS، اخذ جواز اوفک از سازمان خزانه‌داری ایالات متحده برای ورود سرمایه شما به آمریکا. دفاتر در فرودگاه لس آنجلس و شهر بیولی هیلز، 310-271-3600. بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود بر شما. در سالگشت انقلاب اسلامی و تشکیل جمهوری اسلامی هستیم. 34 سال از این دوران می‌گذره و همه نظرها و مسائلی که مطرح میشه از این که چگونه شد که انقلاب شد، چگونه شد که امروز به این مرحله رسیدیم، جمهوری اسلامی چه مراحلی رو طی کرد و از چه مبنایی وارد شد، چگونه شد که یک بار سرزمین ما به یه جایی رسید که جمهوری اسلامی و نوع ولایت فقیه در اونجا رشد پیدا کرد. آیا مردم با این پدیده آشنا نبودن؟ اصلا این داستان حضور سازمان‌های سیاسی اسلامی در دوران پیش از تشکیل جمهوری اسلامی و در دوران رژیم گذشته تا کجا فرا رفته بود؟ تا چه اندازه مردم آقای خمینی رو میشناختند؟ اصلا تا چه اندازه مردم میدانند که آقای خامنه‌ای کیست، آقای رفسنجانی کیست؟ چه کسانی میدانند آقای عسگرالدی چه پیشینه‌ای دارد؟ چگونه است که این کسانی که امروز در نقش مدیریت و کنترل یک کشور 34 سال از حضور دارند، از کدامین گذشته و از کدامین پیشینه میآیند؟ در اوایل انقلاب، هنگامی که در این زمینه‌ها صحبت میشد، همه این کسانی که در این روزها شرکت داشتن برای خودشون یک پیشینه گذشته انقلابی رو به گونه‌ای که شما تصور میکردین که به نوع خیلی قوی و رشدیافته‌ای در سازمان‌های سیاسی اینا عضو بودن، مبارزه کردن رو میدیدین. ولی به گذشت 34 سال از این مسائل به یک باره میبینیم که آرام آرام وقتی باز میشه که هر کدوم از اینا با چه دیدگاهی وارد این مسئله شدن و امروز دارن چه کدامین ارث رو میطلبن و دارن بازخواهی میکنن، روشن میشه که تا چه اندازه این تمامیت خواهان چنگ انداختن به اقتصاد مملکت، چنگ انداختن به زندگی مردم و حضور استبداد در این 34 سال چگونه آرام آرام نهادینه شد. آیا مردمی که در 34 سال پیش در انقلاب بهمن وارد به خیابان‌ها رفتن نمی‌دانستن یا می‌دانستن که چنین خواهد شد؟ بی تردید بخش زیادی اگر از مسائل رو نگاه بکنیم، همه تصورش این بود که به دنبال شعار استقلال و آزادی دارن میرن و خیلی هم تصور میکردن واژه جمهوری اسلامی فقط یک واژه است،
و در درون این پدیده نمیدانستند که چه چیزی اونها رو در احاطه خواهد کرد و تا چه اندازه. وقتی آقای خمینی در روز 12 بهمن میآیند و در بیضه را میگویند همه در اظهار عقیده آزاد هستند، یا در مورد مسائل اقتصادی صحبت میکنند، تا چه اندازه این حرفی که میزنند با واقعیت زمانه و واقعیتی که میخواهند به مردم وعده بدهند و عمل کنند نزدیکی داره. شناخت سازمانهای سیاسی اسلامی در ایران، شناخت سازمانهایی که در جمهوری اسلامی نقشی به عهده گرفتن افرادشون، نه تنها به عنوان سازمانی بلکه بیشتر به عنوان افراد، یعنی حضور افراد در جمهوری اسلامی بیشتر از حضور سازمانهاشون بود، گرچه بسیارشون از این سازمان یا اون سازمان بودن، ولی به طور فردی طوری رشد کردن که پیوند سازمانیشون آنقدر مطرح نمیشد تا پیوند ایدئولوژیک و فکریشون و خواستهای فردیشون مطرح بشه. مهمان امروز برنامه من کسی است که دو دوره از زندگی متفاوت رو گذرونده. از دوران نوجوانی وارد سازمانهای اسلامی شده، با سازمانهای اسلامی رشد کرده، سازمانهایی که تمام کوشش و حرکتشون بیشتر در جهت مبارزه با بهائیت و رشد اسلام بوده، وارد انجمن حجتیه میشه، از بنیانگذاران سازمان حزب ملل اسلامی هستند و شناخت کافی دارن از تمامی این افرادی که در جمهوری اسلامی نقش گسترده و نقش پرنفوذ و قوی دارن، گرچه دوران زندان موجب میشه که ایشون اصلا کلن با نگرش اسلامی و نزدیک بودن به سازمانهای اسلامی فاصله بگیرن و یک گرایش چپ پیدا بکنن و با سازمانهای چپ نزدیک بشن. ولی از همه مهمتر اون چی که ایشون داره نگاه و شناختی است که از همین کسانی که سازمانهای اسلامی رو تشکیل دادن و نقش اونها در انقلاب و نقش اونها در این 34 سال هست. ایشون کسی نیستن جز آقای عباس مظاهری که متولد 1323 هستند در روستایی در نزدیکی شهر نطنز و 14 سال از عمرشون رو در رژیم گذشته در زندان گذروندن، در شهرهای بزرگ، در زندانهای بسیاری از شهرها در دوران زندان انفرادی رو گذروندن و تجربهشون در دوران زندان و دورانی که با همین اسلامگرایها از نوجوانی داشتن تا به امروز، خود بسیاریش در کتابی که ایشون نگاشتن و تصویرشون رو من امیدوارم که دوستانمون هم بتونن نشون بدن بر روی اینترنت و من هم نشون میدم بر روی صفحه تلویزیون، امیدوارم نشون شکوفه های درخت انار بازگو کننده دوران زندان ایشون هست و دورانی که گذروندن و من به ایشون خوش آمد میگم. در دورانی که در سفر بودن فرصت رو پیدا کردیم که با ایشون امروز به گفتگو میشه. جناب مظاهری خیلی سپاسگزارم و خوش آمدید به برنامه پویش. من هم سپاسگزارم از سوی خودم و از شما سپاسگزار هستم که به من این فرصت رو دادید که بتونم سخنگوی یارانی باشم که دیگه در میان ما نیستن و به دست جلادان رژیم اسلامی تیرباران شدند. خب وقتی میگیم رژیم اسلامی بیاییم از آغاز شروع کنیم، از دوران نوجوانی شما یه مقدار این داستانی که شما شرح دادین که در دوران نوجوانیتون در کتابتون بیان میکنید که اصلا جزء انجمنهایی بودن که این انجمنها کارشون حرکت علیه بهاییان بود و بعد انجمن حجتیه در اصل شکل اصلی مشخص کننده این سازمانها است و بعد به سوی تشکیل حزب ملل اسلامی، اگر ممکنه یه تاریخچه از این دوران بیان کنید. ببینین متاسفانه کسانی که در این راه بودن، خود من و دیگران، ما یک نقیصه خیلی بزرگ در کارمون بود و اون اینه که ما به چیزی که اصلا بها نمیدادیم ارزش انسان بود. جمعیت‌های مؤتلفه اسلامی که یکی از ارکان جمهوری اسلامی شد بعدها بعد از انقلاب، یا حزب جمهوری اسلامی که تشکیل دادن، یا ملاهایی که در کنار خمینی بودن، یا خود خمینی،
اینها هرگز برای انسان ارزش قائل نبودن. اینها پایه باورشون بر این بود که مردم بایستی فقیر نگه داشته بشن. وقتی مردم فقیر نگه داشته شده باشند، بیشتر فرمان بردارن، بیشتر گوش شنوا دارن و با گوش شنوا میتونن در واقع به اراجیف ملاها گوش بدن و هرچی که اونا میگن تکرار بکنن. اینا هدفشون بعد از اینکه به قدرت رسیدن، نابود کردن طبقه متوسط در داخل جامعه ما بود که چیزی در برابر خودشون نبینن. به قول یکی از دوستان میگفت یک مثلث شوم نکبت بر جامعه ما مسلط شد: فریب ملا، زور پاسدار و توطئه بازار. بازار که میگیم منظورمون هر خریدار یا هر فروشنده کوچک بازاری نیست، کلان بازاریان رو منظور داریم که در واقع عسکرولادی از اون دست بودن. یعنی آقای عسکرولادی و هیئت مؤتلفه در واقع نمایندگی میکنن این بازاریانی رو که شما میگید و اینا نقششون در انقلاب دقیقاً اینها نقششون این بود. و بعد اینها چون هیچ آگاهی سیاسی نداشتن در اون زمان، وقتی به زندان افتادن انسانهای بسیار ناتوانی در زندان بودن و از همونجا هم پیدا بود که به چیزی که هیچ ارزش نمیذارن انسان هستش. من برای مثال میخوام یه خاطره رو از زندان اینجا بیان کنم و اون اینه که چپهای زندان تصمیم گرفتن یه تلویزیون وارد زندان بکنن، تلویزیون بخرن. بعد به ما پیشنهاد کردن که شما بیاین پول بدین، ما همه یک مقدار پول میدیم تا تلویزیون وارد زندان بکنیم. عسکرولادی در جلسه‌ای که بود گفت ما به هیچ وجه پول نمیدیم، برای که تلویزیون حرامه و ما برای تلویزیون پولی نخواهیم داد. عکس عسکرولادی اینجا هستش، دیده میشه در این تصویر. و ما در اون جلسه گفتیم خب میتونیم بشینیم رأی بگیریم ببینیم اکثریت جمع ما چی میگه. عسکرولادی گفتش که نه، برای قانون اسلام ما رأی نمیگیریم، اینجا رأی جمع اکثریت بی ارزشه، اون چیزی که ارزش داره قانون اسلامه و اسلام میگه تلویزیون حرامه و ما برای تلویزیون هیچ پولی نمیدیم. هیچ پولی ندادن. بعد چپا تلویزیون خریدن، وارد شد تلویزیون. وقتی وارد شد تلویزیون، بعضی از بچه مسلمانای ما که هیچ پولی هم ما برای تلویزیون نداده بودیم، میرفتن از اول تا آخر برنامه تلویزیون رو تماشا میکردن. خب این آبروی اسلام رو به خطر مینداخت دیگه. بعد ما با یک حکم به اصطلاح یک پرسش رفتیم به دیدن آیت الله انواری که ببینیم چیکار بکنیم. گفتیم رفتن آبروی اسلام حرامه. یعنی شما در اون دوره دورانی است که اسلامی بودین؟ هنوز اسلامی بودم. بله اون موقع اسلام. این قضیه که میگم مال سال 1345، یک سال از هنوز دوران تازه دستگیری، دوران تازه دستگیری دورانی بودش که من هنوز مسلمان شاخدار بودم. ما یک از فقه اصولی که من خونده بودم تو زندان و من درسای طلبگی میخوندم تو زندان و این حرفا، ما یه حکمی در آوردیم، یه پرسشی که بهش میگفتن تزاحم دو حرام. یعنی دو حرام در برابر هم قرار گرفتن، یک رفتن آبروی اسلام که بچه مسلمان رفتن تماشا میکردن بدون اینکه پول داره باشن، و یکی این که تلویزیون بخریم که اونم حرام بود. بعد ما رفتیم از آیت الله انواری یک فتوا گرفتیم که چه کنیم. آیت الله انواری گفت خب دیگه چاره ای نداریم که یک حرام انجام بدیم که حرام دیگر نکنیم، و اون حرامی که کوچکتره حرام بودن تلویزیونه. ما اون تلویزیون رو میخریم، پول میدیم براش که اون یکیش حرام بدتریه، بزرگتره و اون رفتن آبروی اسلامه. ما برگشتیم و مطرح کردیم و بالاخره جمع دیگه در مقابل این فتوا کاری نمیتونست بکنه و بالاخره تلویزیون برای تلویزیون پول دادیم. یعنی میخوام بگم که عسکرولادی ها یا حاج عراقی ها که اون زمان در زندان بودن، که بعد ترور شد حاج عراقی اون در اون زمان زندان بود اون موقع زندان بود، و کسای دیگه که حاج مهدی عراقی و کسای دیگه مثلا ابوالفضل حیدری که خواهرزاده عسکرولادیه که الان البته توی مقامات امنیتی رژیم هستش، اینها البته چهرهای زیادی اون موقع بودن، اون موقع که معروف نیستن، الان شناخته شده نیستن، ولی از کلان بازاری های اون زمان بودن و الان هستن، از اون کلان بازاری هایی که هر آخر هفته لاشه های گوسفند بر ما از بازار می اومد و می رسید و این صحبت ها خلاصه. یعنی من به این تکنیکی میخوام توجه بدم که بینندگان رو که سیستمی که بر جامعه ما حاکم شد، سیستمی بودش که انسان رو رد میکرد. انسان مرکز ثقل این سیستم به هیچ وجه نبود. یک سری افکار مالی خولیایی مرکز ثقل این سیستم بود
و انسان اینجا رد میشد، انسان حذف میشد و تمام تلاش ها بر این پایه قرار میگرفتش که انسان رو نابود کنن، طبق متوسط جامعه ما رو نابود کنن تا بتونن بهتر حکومت بکنن. بله. آیه مزه، شما در کتابتون هم اشاره میکنید، بیرون هم در آگاهی ها همیشه هست، که انجمن حجتی یک انجمن غیر سیاسی بوده، نمیخواسته در مسائل سیاسی مشارکت کنه، ولی شما از نوجوانی وارد این انجمن میشید. وقتی شما از نوجوانی وارد این انجمن میشید، ولی دستگیر میشید. بله. به دلیل کوشش‌های سیاسی دستگیر میشید. بله بله. این ارتباط چگونه برقرار میشه؟ اصلا شما میرفتین که علیه بهائیت بله. حرکت بکنید. ما در انجمن ضد بهائی سوگند خوردیم که در سیاست دخالت نکنیم. یعنی سوگند خوردم. بله، سوگند خوردم. من سوگند خوردم که در مسائل سیاسی شرکت نکنم، ولی چون من به مسائل اجتماعی علاقمند بودم، در واقع در عمل من سوگند خودم رو همون موقع شکستم و فعالیت سیاسی میکردم. در این حال در انجمن حجتی هم بودم و فعالیت با اونها هم میکردم. خیلی هم ارتقای مقام پیدا کردم. اونجا رفتم پیش خود شخص شیخ علوی و با اینا ارتباط داشتم. و یعنی بنیانگذار حجتی. بنیانگذار حجتی، بله. من با اینها بودم و خیلی هم فعال بودم اونجا، خیلی کار میکردم برایشون، ولی اونها نمیدونستن که من در مسائل سیاسی هم هستم. و خیلی از اعضای حجتی رو من بعدها به حزب ملی اسلامی دعوت کردم، آوردمشون تو حزب، که وقتی من دستگیر شدم چه تعداد زیادی از حجتی ها دستگیر شدن با من. حجتیه پشت سر من گفته بود که عباس توی حجتیه کودتا کرد. یعنی شما عضو حجتیه بودین ولی به دلیل گرایش های سیاسی رفتین حزب ملل اسلامی رو تشکیل. دقیقاً. چه دقیقاً. کسانی با شما حزب ملل اسلامی رو تشکیل داده؟ یکیش ابوالقاسم سرحدی‌زاده بود. آقای ابوالقاسم سرحدی‌زاده، اگه دوستان تصویرشون رو احتمالاً دارن نشان خواهند داد. اگر احتمالاً دارن دوستان من، که ایشون بعداً وزیر امور وزیر کار شد در ایران و چند دوره نماینده مجلس بود در دوره‌های مختلف این حرفا، و بعد یکی دیگه ایشون میر محمد صادق بود که اونم وزیر کار شد، بعد کاظم بجوردی بود که یه دوره استاندار اصفهان شد، و بعد جواد منصوری بود که یه دوره معاون وزارت امور خارجه بود، بعد شد سفیر ایران در چین، و بعد یه دوره هم شکنجه‌گر بود در زندان اوین، برادرش احمد منصوری همینطور. اینا به هر حال عناصری بودن که یه کم و بیش شناخته شده شدن، ولی یه تعدادی هم هستن که این ابوالقاسم سرحدی‌زاده است ظاهرا. بر اینها در اون زمان با ما حزب ملی اسلامی رو تشکیل دادن و بعدها به قدرت رسیدن، و البته اینا اومدن با من صحبت کردن که تو بیا و با ما همکاری کن. تو چرا میگی من مارکسیست شدم؟ بگو من دارم تحقیق میکنم، در موضع تحقیق هستم که ما میتونیم با تو کار بکنیم. ما به دانایی های تو و آگاهی های تو احتیاج داریم. کارهای زیادی هستش که باید بکنیم. این حرف مثلا وزارت یکی از مقامات خیلی ساده بود که من میتونستم اون موقع تقبل بکنم. بپنجم. شما در برنامه حزب ملل اسلامی میگین که در کتابتون هم بهش اشاره میکنین که حزب ملل اسلامی تابع قوانین اسلامی است و قوانین غیر اسلامی قابل اجرا نخواهد بود. کاملا. مبانی قانونی قرآن، سنت، عقل و اجماع مسلمین. بله. همین. بله. دقیقاً. این چیزی که به اصطلاح ملاها روش تاکید میکنن و ما هم روش تاکید کردیم اینجا. و بر اساس این رفتین یک حزب تشکیل. بله، دقیقاً. چگونه شد که این حزب شما دستگیر شدین اعضاتون؟ یه قصه هستش که تو کتاب اومده، یکی از بچه‌ها ناپختگی کرده بود یا اشتباهی کرده بود که دستگیر شد، و بعد دیگه زیر شکنجه لو داد به بقیه، همینطور رسید و یکی یکی گرفتار تور پلیسی شدیم. من جز آخرین کسی بودم که دستگیر شدم. و بعد دیگه حزب شما نتونست ادامه بده؟ نه دیگه. حتی ادامه چرا؟ من تو زندان ادبیات زندان نوشتم، ریزنویسی کردم، گشتم لای جلد مفاتیح الجنان، بعد دادم به علیرضا سپاهسیاشجانی و عباس آقازمانی که بعد تو بعد از انقلاب اسمش شد ابو شریف. اینا رفتن بیرون و حزب الله رو تاسیس کردن. یعنی همین ابو شریف که تازه مؤسس حزب الله هست جزو همین کسانی بودن که شما اصلا به دستور ما و به توصیه من اینا رفتن حزب رو تاسیس کردن، منتها اسمشون نذاشتن حزب نرسمی، اسمش گذاشتن حزب الله. اونم خاص ما بود، اونم دستور ما بود که گفتیم اسمش بذارین حزب الله، چون حزب الله بیان کننده آرمان های ما هم هست. چون ما حزب الله رو توی اول یه روزنامه ما داشتیم، اینا روزنامه خلق ارگان رسمی حزب نرسمی، اونجا نوشته بود علاوه ان حزب الله هم الغالبون، اینجا حزب الله از اونجا می اومدش، و در نشه اسمش گذاشتیم حزب الله.
و این داستان آقای ابوشریف که همیشه میگفتن از لبنان آمده و این داستان ها، ایشون یک ایرانی بودن که در حزب ملل اسلامی با شما بودن و به این ترتیب بعد رفتن فلسطین با یاسر عرفات با جبهه آذربخش فلسطین بودن و اختلافاتی با به اصطلاح چمران داشتن اونجا با عمل که بعداً تبدیل شد به حزب الله اونجا و به خاطر همین هم بعدها مغضوب واقع شدن و تبعید شدن به پاکستان و علم که دیگه اصلا منفعله و دوره. نقش بازار و رو در این تشکیل بنیانگذاری جمهوری اسلامی به ویژه قدرت گرفتن بازار به عنوان یک اصل، به عنوان یک رأس مثلث در جمهوری اسلامی از چه زمانی خیلی اون رو بیشتر میبینین که جلوه میکنه از تا اینکه به هر حال در انقلاب میبینیم که نقش اساسی پیدا میکنه و الان هم پای اصلی معادلات حکومت اسلامی بازاره؟ بله، بازار از آغاز یکی از رؤوس سگانه این رژیم اسلامی بوده. نقش بازار در واقع نقش فقیر کردن مردمه. شنیدم که اخیراً توی نشریه ای از مؤتلفه نوشتن که تنها و تنها فقیر نگه داشتن مردم هستش که ما رو بر سر قدرت نگه میداره، چون مردم اگه فقیر باشن شنوا هستن، حرف شنو هستن و حرف ما رو میشنون، ولی اگه ثروتمند بشن دیگه خدا و پیغمبر رها میکنن. البته این منطق اسلام هست به نوعی، چون در قرآن میگه که ولی یبکو کثیرا ولی یضحکو قلیلا، زیاد گریه کنین و کم بخندین. یا مثلا ناداری و فقر اصلا مردم باید عمومیت پیدا کنه، باید مردم همه نادار باشن تا بتونن به خدا فکر کنن، به عاقبتشون فکر کنن. فقط تنها کسانی میتونن که ثروتمند باشن که جزء رهبری هستن، اون الیته، اون کسایی که در واقع در رهبری هستن، کادر رهبری، فقط اونا میتونن مالتی میلیاردر باشن و خیلی پولدار باشن و در بهترین زندگی ها زندگی بکنن، ولی توده مردم همیشه باید فقیر نگه داشته باشن. و نقش بازار در فقیر نگاه داشته شدن مردم بود. بازار در تمام 34 سال گذشته سعی کرده با سیاست اقتصادیش، با استثمار بیرحمانش، با جلوگیری از تشکیل سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری مردم را در فقر و روزهای نکبتبار نگه داره که مردم همیشه در فکر خدا و پیغمبرشون باشن. شما به این در دورانی که این حزب رو تشکیل میدادین آیا با آقای خمینی هم تماس گرفتید؟ مثلا نقش آقای خمینی در برابر، چون میدونیم که عضو حزب شما نبوده، نه. در برابر حزب شما در مورد تشکیل یا تشکیل نشدن حزب شما اصلا واکنش آقای خمینی نسبت به حزب بله. شما؟ بله، من با یکی از دوستان دیگه سال 1143 تا 1143 رفتیم به دیدن آیت الله خمینی و با ایشون صحبت کردیم، گفتیم آیا به نظر شما بهتر نیستش که ما یک حزبی تأسیس کنیم که خواستار استقرار حکومت اسلامی باشه، انقلاب اسلامی در کشور را بندازیم و اینجا حکومت اسلامی تأسیس بکنیم؟ خمینی گفتش که نه، اون موقع هنوز خمینی به دیدگاه های ولایت فقیه نرسیده بود، گفت نه، این حرف مفتیه، حرف بیخودیه، ما باید سعی کنیم که شاه رو مجبور کنیم که قوانین اسلام رو اجرا کنه. ما نمیتونیم حکومت اسلامی تشکیل بدیم، حکومت اسلامی رو اگر بخوایم تشکیل بدیم باید امام زمان زور بده، زور بکنه و تنها امام زمان میتونه حکومت اسلامی رو تاسیس بکنه. اون موقع حتی تو زندانم که ما بودیم اسکرادی ها به ما میگفتن، ما رو مسخره میکردن که ما خواستیم حکومت اسلامی تشکیل بدیم و اسکرادی ها به ما میگفتن که ما نمیتونیم حکومت اسلامی تشکیل بدیم، تشکیل حکومت اسلامی فقط و فقط با ظهور امام زمان عملی میشه، برای اینکه رئیس حکومت اسلامی باید یه آدم عادل باشه، مجتهد باشه که هیچ وقت عادل باشه و عادلی نداریم، یعنی مجتهدین رو نمیشه 100% معصوم دونستش، باید معصوم باشه و عادل، و مجتهد یا مرجع تقلید معصوم 100% نیست، معصوم فقط 14 معصوم و 12 امام هستن، یعنی امام زمان. این امام زمان که ظهور کرد و موقع میتونیم حکومت اسلامی رو تشکیل بدیم. این حرف اسکرادی بود در اون زمان و بعد حرف خمینی به ما هم عین همون حرف بود و رد کرد نظر ما رو و در نشه ما از همکاری با خمینی مایوس شدیم و دیگه ولش کردیم، دیگه خودمون رو خودمون ادامه دادیم. آیا هیچ وقت پیش بینی می‌کردین که یعنی اون روز هیچ وقت پیش بینی می‌کردین بعدها با ورود آقای خمینی به مسئله شکل گرفتن و شدت گرفتن مبارزاتی که پی گرفتن وارد این مرحله بشن؟ شما در خمیره شخصیتی ایشون می‌دیدین که این کار رو که وقتی با تشکیل حکومت اسلامی با شما مخالفت کردن یه روزی خودشون حکومت اسلامی رو تشکیل بدن، یعنی این چه دگرگونی بود در ایشون؟ من این فکر رو به اون شکل در اون زمان نداشتم
ولی چون برای خوندن هر کتابی اون موقع یه جوانی رو بازداشت میکردن و چند سال بهش زندان میدادن، من در درون این یه نطفه های خشم و نطفه های انقلاب میدیدم. چون وقتی کسی رو از حق دانستن محروم میکنن، این در درونش یک حالت انفجار به وجود میاد، یک حالت آماده به انفجار، و از اون نطفه های یک انقلاب رو بعضی موقع ها میدیدم. چون یک جوان وقتی میگیرن به خاطر فقط خوندن یک کتاب بهش 3 سال حبس میدن، این عادلانه نیست، این غیر عادلانه است و این عمل میشد. شما در کتابتون آقای مزاری اشاره میکنین که شما به عنوان یکی از اعضای پایه‌گذار حزب ملل اسلامی در عضوگیری اصلا بسیاری از اینایی که امروزه نقش خیلی مهمی دارن، مزرو کتابتون به اسمشون اشاره میکنم، مثل محمد میر محمد صادقی، ابوالقاسم سرحدی زاده، حسن روانپاک، ناصر نراقی، اکبر اورامی، عباس دوزدوزانی معروف و کاظم سیفیان، از اینها یاد میکنین. کاظم سیفیان یه دوره شهردار تهران شد، عباس دوزدوزانی یه دوره وزیر اطلاعات شد، اینا چهره هایی که هستن که شناخته. عباس دوزدوزانی چند دوره هم نماینده مجلس بود و به هر حال اینا. عباس دوزدوزانی البته آدم چی بگم، بعد از اینکه من از زندان آزاد شدم اومد، این با زنش اختلاف داشت، برای اینکه زنش بچه دار نمیشد، اومد به من گفتش که آقای مظاهری من میخوام تجنیه فراش بکنم، شما نظرتون چیه؟ من خندیدم بهش و جوابی ندادم، گفتم نمیدونم والا. خب الان وقتی شما به مؤتلفه نید، اصلا بیایم بریم سر این مؤتلفه از چی تشکیل شد، یادمون رفت به این بحث. بله مؤتلفه در واقع از یه سری دسته های سینه زنی تشکیل شد که فاقد هر گونه آگاهی‌های اجتماعی بودن. یعنی وقتی میگیم هیئت مؤتلفه اسلامی، منظور هیئت مؤتلفه سیاسی اسلامی نیست، در اصل سازمان های سینه زنی بودن. یعنی اینها کمترین اطلاعات سیاسی نداشتن. اینا تازه وقتی خمینی مبارزشو در پاییز 1341 شروع کرد، بعد از اون طرح انجمن های ایالتی ولایتی، اینها فقط پخش کننده اعلامیه های روحانیون و اعلامیه های خمینی بودن و هیچ کاری دیگه نمی کردن. فقط همین، یعنی آگاهیشون در حد همون اعلامیه ها بود و هیچ نه یک کتاب خونده بودن. ببینید حداقل فدرال اسلام که ما میگیم، حداقل یک کتاب داشتن به نام اسلام یعلو ولا یعلا علی، یعنی اسلام برتر از همه چیز، ولی اینا همین هم نداشتن. این اینا هیچ تئوری، هیچ کتابی، هیچ منشوری، هیچ چی نداشتن. یعنی نظر سیاسی آنچنان آگاه، آنچنان فقیر بودن که اصلا من هیچ گروه سیاسی ندیدم که اینقدر فقر ادبی داشته باشه. این هیچ ادبیاتی اینا نداشتن هستن. اینا فقط به طور احساساتی دنبال روی آیت الله کاشانی بودن، این مؤلفه آیت الله کاشانی و فرین اسلام. فرین اسلام رو بهش اعتقاد داشتن، قبولش داشتن و آیت الله کاشانی رو، و اینا میخواستن یک کار سیاسی بکنن، یک کاری مثلا در دفاع از خمینی بکنن، اعلامیه اونا رو پخش کنن. همین، این بزرگترین کاری بودش که اینا میتونستن بکنن. اجازه بدیم که ما به پیام ها بریم، بازگردیم و من پرسش های دیگری رو در همین زمینه با این دوستان رو مطرح کنم. باشه، خواهش می‌کنم. سال جدید میلادی فرا رسیده. با آغاز سال نو میلادی شما چه برنامه و هدفی برای رونق بخشیدن به کسب و کار و حرفه خودتون دارید؟ آیا علاقمند هستید سال جدید میلادی رو با کسب و کار موفق‌تری آغاز کنید؟ از شما دعوت میکنم به تلویزیون اندیشه بپیوندید و با ارائه تبلیغات و شرکت در برنامه‌های کارشناسان و متخصصان تلویزیون اندیشه سال پر رونق‌تری رو از لحاظ کاری آغاز کنید. 818-425-1952 به خانواده تلویزیون اندیشه بپیوندید.
بیشن اصیل متخصص و مشاور رسمی شما از ایالت کالیفرنیا با بیش از 30 سال تجربه و صدها پرونده موفق در امور مهاجرت به آمریکا، اخص پناهندگی، اقامت از طریق سرمایه گذاری E2 و EB5، ویزای توریستی و مهاجرتی B1 و B2، ویزای نامزدی، ویزای تحصیلی بدون تافل و آیلتس، اخص جواز اوپک از سازمان خزانه‌داری ایالات متحده برای ورود سرمایه شما به آمریکا. دفاتر در فرودگاه لس آنجلس و شهر بیولی هیلز، 310-271-3600. بینندگان گرامی تلویزیون اندیشه، درود بر شما. در بخش پایانی برنامه امروز هستیم و در 34مین سال پس از جمهوری اسلامی نگاه میکنیم متفاوت به کسانی که در شکلگیری جمهوری اسلامی نقش داشتند و گفتگو میکنم با آقای عباس مظاهری که از دوران نوجوانی به انجمنهای ضد بهائیت، انجمن حجتیه میپیوندن و سپس از بنیانگذاران حزب ملل اسلامی میشن. در دورانی که این حزب رو تشکیل میدن با آقای خمینی پیشنهاد میکنن که حکومت اسلامی تشکیل بشه و آقای خمینی که روزی بنیانگذار جمهوری اسلامی میشه و دنبال حکومت اسلامی است، در اون روزها حکومت اسلامی رو از سوی اینها نمیپذیره. مسئله هیئت مؤتلفه و مؤتلفه اسلامی که این روزها بسیار نامشون در این 34 سال شنیده شده و بزرگانشون و سرکردگانشون نقش آفرینان اقتصادی این مملکت هستن و از کسانی هستن که در واقع واژه مکیدن خون مردم واژه‌ای خیلی حتی کوچک، چون تا جایی که میتوانند و توانستند با حضورشون در بازار و نقش بازار در حکومت جمهوری اسلامی، در اینکه بازار جمهوری اسلامی رو به عرصه میرساند و سپس باید ازش بهره بگیره، نقش اساسی داشتن، نقش کلیدی داشتن بسیارشون و دونستن نام این نام‌ها و شخصیت‌های اونها شاید کمک بکنه که فقط از کنار اینها رد نشیم. یعنی وقتی در مورد اتاق بازرگانی آقای خاموشی، تقی خاموشی و برادرشون میگذریم، فقط اینا یک سمت نیستن. وقتی از آقای عسکرولادی مسلمان صحبت میکنیم و برادرشون، باز اینها یک اسم نیستن که به یک جایی خب رئیس یک هیئت مؤتلفه هستن. اینها یک پیشینه دارن، پیشینه ای که بیشترش اسلامی نبوده و بیش از این که بیشترش سیاسی نبوده، بیش از سیاسی بودن بیشتر حکومتی نبوده، اسلامی به مفهوم دینیش بوده و یک بار همه اینا از خواب اینکه حکومت بکنن بیدار میشن و حکومتگر میشن. جناب مظاهری، شما در یه جایی از کتابتون، من نگاه میکردم، وقتی در مورد یکی از اعضای حزب صحبت میکنین و از ایشون به عنوان طرفدار
هیتلر و استالین صحبت میکنی. چگونه است که یکی از بنیانگذاران و یکی از اعضای اصلی حزب ملل اسلامی رو شما در کتابتون بیان میکنی که ایشون از تواداران هیتلر و استالین بوده، اونا که دو شخصیتی که دو تا چیز متفاوت بودن در طول تاریخ، ایشون داستانش چجوری است که چرا شما اینطوری بهشون نگاه میکنی؟ البته این نگاه من نیست، این واقعیتی که وجود داشته. شما ببینید مسلمانایی که اون موقع مبارزه میکردن از کسی که بعداً به مؤتلفه تبدیل شدن یا ما یا دیگران، در واقع از مؤلفه آیت الله کاشانی و سازمان فدایان اسلام در واقع نشأت میگیرن. فدایان اسلام در اون زمان عمیقاً معتقد بودن که هیتلر اصلاً مسلمانه، ولی به این اندازه. چرا؟ چون به دلیل اینکه یهودی‌ها رو میکش؟ یعنی یهودی‌ها رو میکش و به هر حال یهودی‌ها هم دشمنن، چون در قرآن آیه اومده که اشد کفر و نفاقا، یعنی کفر و نفاق اینا یهودی‌ها بدترینه و شدیدترینه. در نتیجه اینا معتقد بودن که هیتلر اصلا مسلمان بوده و بی خود هیتلر رو نابود کردن و مخالف متفقین بودن و مخالف دموکراسی، چون اینا چیزی که ازش نفرت داشتن دموکراسی و آزاداندیشی مردم بود. اینا با مردم و آزاداندیشی بیگانه بودند و با کسایی که دیکتاتور بودند و کشتار میکردن بیشتر خودشون نزدیک میدن. اینا حتی استالین هم به شکلی محبوب میدونستن. خب شما در این کتاب اشاره میکنید که در دوران زندان داشتیم در بین پیام ها اینو به من مطرح کردین و بازگو کردین که اینا پرویز نیکخواه رو که معلم زبان انگلیسیشون در دوران زندان بود بعد اعدام میکنن. داستان چگونه؟ اینها در واقع نشان دهنده بی اخلاقی این به اصطلاح اسلامیان هستش. پرویز نیکخواه در اون زمان و کاخی ها که در واقع مسئول ترور شاه در کاخ مرمر بودند، اینها در اون زمان به هر حال اینا دوره انگلیس بودند و اومده بودن زندان. اینا انگلیسیشون خیلی خوب بود، منم انگلیسیم خوب بود، به بچه های خودمون انگلیسی درس میدادم، ولی اونا انگلیسیشون خیلی بهتر بود و اینها میرفتن پیش اینا و انگلیسی درس میدادن. پرویز نیکخواه معلم انگلیسی اسکرالادی بود و بسیاری از اینها شیروانی یا کاشانی اینها به مؤتلفه و به بچه های ما انگلیسی درس میدادن. بعد این اخلاق اسلامی این حضرات بود که بعد از انقلاب پرویز نیکخواه رو گرفتن و اعدام کردن. به جرم چی؟ به جرم اینکه پرویز نیکخواه با رژیم همکاری کرده و اظهار ندامت کرده. اگر صحبت بر سر ندامته که ندامت مستحق اعدامه، پس خود اسکرلادی هم باید اعدام میشد، برای اینکه خود اسکرلادی و در دار دسته مؤتلفه در 15 بهمن 1355 اومدن تو تلویزیون و اظهار ندامت کردن، به جان شاه دعا کردن و در نتیجه اون شرکت در این مراسم سپاس آزاد شدن از زندان. یعنی خودشون همجرم پرویز نیکخواه بودن. چه تفاوتی بود بین خیانت اسکرلادی، اظهار ندامت اسکرلادی یا پرویز نیکخواه؟ اینا جفتشون همجرم بودن اگه بخوایم حساب بکنیم اونطوری. البته به نظر من اظهار ندامت سزاش اعدام نیست. بگذاریم از اینکه اصلا اعدام یک عمل وحشیانه، هیچ کس سزاش اعدام نیست. یعنی هر وقتی که یک کسی هر مجرمی هر جنایتی هم کرده باشه بکشنش، این کشتن هم خودش قتله، فرقی نمیکنه. من با حکم اعدام مخالفم و به خصوص اعدام یه آدمی مثل نیکخواه. خب بله ایشون خیانت کرد، ایشون اظهار ندامت کرد، ولی اینکه حکمش اعدام نبوده که. و ولی این حسادت و این نفرت از اینا، چون اینا میبینن که اینا خیلی آدم های باسوادی بودن، پرویز نیکخواه اینا تو خارج بودن و وقتی اینا درس میدادن تو درس و انگلیسی اینا مثلا چیزای مسائل اجتماعی مطرح میشد و اینا حس میکردن، میدیدن با چشم خودشون که اینا چقدر آدم های باسوادی از نظر اجتماعی، چقدر میدونن. و این به جایی که در اینها این حس به وجود بیاره که ما هم باید بیشتر مطالعه کنیم که مثل اینا آگاه بشیم، یک حالت حسادت و نفرت نسبت به اینا در دلشون به وجود آورد که بعد از انقلاب منتهی به اعدام پرویز نیکخواه شد، که در واقع یک عمل کاملا ضد اخلاقی و غیر اخلاقی بود که از طرف مؤتلفه رخ داد. ببینید آقای مزاری، شما خب فدایان اسلام در کار ترور شرکت داشتن. بله. حزب ملل اسلامی با این مسئله ترور و نگاهش چه شکلی بود؟
ما به اون شکل با ترور زیاد موافق نبودیم اون بود. ولی مسلح بود حزب. مسلح بودیم ما. بله بله ما مسلح بودیم و معتقد بودیم به یه نوعی آشوب ها و این صحبت ها که مثلا در دوره انقلاب، ولی به اون شکلی که مثلا بریم تک ترور بکنیم و این رو یا اون رو شخصیت رو بکشیم و به نتیجه برسیم، یه همچین تئوری ما قبول نداشتیم. و وقتی هم که بخارایی رفت حسین منصور رو زد در اول بهمن 1143، ما با این کارش مخالف بودیم و توی نشریات داخلی خودمون از این کار انتقاد کردیم و معتقد بودیم که این کار درست نبوده. اجازه بدید شما در بخش پیشین اشاره کردین به تشکیل حزب الله به وسیله عباس آقازمانی. بله. معروف به ابو شریف و سپاسی آشتیانی. و سپاسی آشتیانی، رضا سپاسی آشتیانی. بعد الان در شرایط حاضر جمهوری اسلامی رو به عنوان نگه دارنده اصلی حزب الله در لبنان از نظر مالی میشناسیم. این پیوند چگونه است؟ آیا این پیوند به سبب همون بنیانگذارانی هست که حزب الله را تشکیل دادن و حضورشون به وسیله مؤتلفه یا و دیگر افرادی که حالا سازمان، یعنی الان حزب ملل اسلامی وجود نداره، ولی اون آدم و باقی مانده های افراد اون حزب به جز شما که از اون جدا شدین از اون اندیشه، خب اونهایی که باقی ماندن در واقع گرچه حزب رو ندارن ولی به نوعی اندیشه اون حزب رو دارن پیش میبرن و خب حزب الله یکی از منابع بزرگش در اصل ایرانه. بله بله کاملا درسته. حزب اللهی های لبنان ماهانه شنیدم که هر حزب اللهی ماهی 800 دلار از ایران حقوق میگیره، هر حزب اللهی. و ده ها هزار حزب اللهی که در لبنان هستن، تصور کنین که میلیون ها دلار در سال رژیم جمهوری اسلامی به اینها حقوق میده فقط. این حقوق ایناست، این ده ها هزار حزب اللهی که در لبنان وجود دارن. بله، ولی حزب اللهی لبنان با حزب اللهی که ما تشکیل دادیم یه تفاوت جزئی از نظر تشکیلاتی با هم دیگه دارن، ولی اندیشه و فکر همون بوده. دست. یعنی اون فکر وجود داشته که بعداً منجر به تشکیل حزب الله در لبنان شد. اون اندیشه وجود داره، ولی اون آدمایی که در حزب الله بودن تقریبا میتونم بگم که یا کشته شدن، مثل علیرضا سپاسی آشتیانی یا مثل باقر عباسی، اینا هم حزب الله بود که جفتشون مارسیست شدن و کشته شدن، یا مثل عباس آقازمانی یا ابو شریف، اینا در واقع از رژیم کنار گذاشته شدن و کاری نیستن که بخوان برن جو حزب الله رو تاسیس بکنن و ضمناً حزب الله نتیجه تقویت بکنن، نگفتم یعنی با اونا همکاری بکنن. همکاری بکنن، چون حزب الله در واقع نتیجه سازمان دیگه که وجود داشته در لبنان به نام عمل. بله. این در واقع از اون سازمان به وجود اومده. حالا چون به سازمان عمل اشاره کردیم، من یاد دلم میخواد که شما در مورد چمران و چمران ها و این داستان صحبت. چمران با عمل بود ولی ابو شریف با سازمان آزادی بخش فلسطین. به همین دلیل دو تا با هم اختلاف داشتن، برای اینکه عمل با سازمان آزادی بخش فلسطین از همون زمان اختلاف داشتن و بعدها حزب الله اختلاف داشتن و میدونیم که حزب الله رژیم جمهوری اسلامی هم با یاسر عرفات مخالف بود و با سازمان آزادی بخش فلسطین و الان به حماس کمک میکنه در مقابل سازمان آزادی بخش فلسطین. و عمل در واقع سازمان ارتجاعی بود در لبنان که بعدها هم از ایران پشتیبانی خیلی خیلی شدیدی گرفتش و به هر حال حزب الله رو تأسیس کردن اونجا و مسلح کردن حزب الله رو، که الان گفتم ماهانه حقوق میگیرن همه سربازان حزب الله در اونجا و به هر حال وضعیت خیلی خوبی دارن و ایران سرمایه‌گذاری های خیلی عظیمی کرده در لبنان در بازسازی خانه های مسلمان های اونجا. عکسای من دیدم که نشون دهنده مثلا سرمایه‌گذاری های عظیم ایران، در حالی که تو مردم ایران از گرسنگی میمیرن، اونجا در لبنان پولای ایران میره خرج این چیزا میشه. خب برویم سر سران رژیم، از جمله در حال حاضر آقای خامنه ای. شما شناخت و آشناییتون با آقای خامنه ای در چند روز است؟ چگونه است با خامنه ای؟ خامنه ای رو من نزدیک میشناختمش. خامنه ای یک کتابی نوشته در مورد آزادی هند، به نام هند آزادی گرفت، که در اون کتاب، کتاب خیلی ضعیفی بود، کتاب بیمایه‌ای بود که نوشته بود، نشون میداد که نویسنده آگاهی‌های درستی نداره، فقط
در اون زمان در اثر مبارزات فدایان و مجاهدین مبارزه مسلحانه یه حرمت یه ارزشی پیدا کرده بود. این اونجا سعی کرده بود تو این کتابش که ثابت کنه که مسلمان‌ها طرفدار مبارزه مسلحانه بودن ولی طرفداران گاندی با مبارزه مسلحانه مخالف بودن و مبارزه مقاومت منفی رو میپسندیدن و این در واقع ادعا کرده تو این کتابش که بله طرفداران گاندی در واقع به مسلمان‌ها ضربه زدن و نذاشتن که مسلمان‌ها مبارزه مسلحانه‌شون اوج بگیره و انگلیس رو در واقع راحت‌تر بیرون کنن، که البته حرفای بی‌پایه‌ای هستش و این حرفای خامنه‌ای بوده. منتها در اون زمان که من این کتاب میخوندم این دیدگاه رو نداشتم اون موقع و کتابش رو با علاقمندی خوندم، باهاش تماس گرفتم، حتی ازش تعریف کردم این حرفا، و ولی اون خیلی خیلی شیفته مثلا فداکاری و مقاومت و پایداری من در زندان زنجان شده بود، به طوری که برادرش در زندان مشهد، یعنی برادر همین آقای خامنه‌ای، برادر همین آقای خامنه‌ای محمد خامنه‌ای در زندان مشهد، یعنی محمد هادی خامنه‌ای، بله بله، در زندان مشهد بود اون زمان و اومد به پای من افتاد که گفتش که برادر من انقدر از شما تعریف کرده که اگه بدونی شما اینجا هستین حتما بیاد، چون مرتب هر وقت صحبت شما بود از شما به من یک مثلا مبارز مسلمان یاد میکنه، همیشه کسی که مقاومت کرده، شما 3 سال سلسله انفرادی زندان زنجان تحمل کردیم، ما میدونیم که اونجا ساواک اومده با شما خواسته معامله کنه و شما رد کردیم، اینا رو با خبر داریم همه رو و رادیو بغداد اینا رو بارها گفته، از این صحبت ها خلاصه. یعنی منظور اینه که اینها در اون زمان آدم های بی سواد یا کم سوادی بودن، دست اصلا مبارز نبودن به اون مفهوم، مبارز به اون معنا مبارز به اون معنا به عنوان یک مبارز سیاسی آزادی خواه به هیچ وجه نبودن، چیزی که نبودن اصلا آزادی خواهی در وجودشون اصلا وجود نداشتش، ولی اینا میخواستن همون اراجیف یا همون افکار ارتجایی خودشون رو بالاخره به منصه ظهور برسونن و وقتی به قدرت رسیدن با تمام نیرو این کار رو کردن، ولی چیزی که در وجود دیدن نبود ارزش گذاری بر انسان و ارزش انسان بود. شما آقای لاجوردی رو در زندان باشون؟ بله، لاجوردی یک لوده به معنی واقعی کلمه بود. من شرم میکنم که اینجا حرفایی که اون تو زندان میزد اینجا تکرار بکنم. اون هر وقتی که به ما میرسید ما رو مسخره میکرد، مثلا میگفتش که تضاد در مسترا با مسترا چیه، مثلا میخواست تضاد رو مسخره کنه یا تئوری های علمی رو میخواست مسخره کنه، دائم در حال مسخرگی و لودگی بود تو زندان. من یه بار با این بحث کردم با عسکر لودگی با لاجوردی، گفتم ببین مطابق این آیات قرآن، قرآن بردهداری رو رد نکرده، قرآن بردهداری رو پذیرفته و بردرم برای چیز خوب میدونه و منتها کسی که مثلا یه برده یه زنی رو، زن برده رو میگیره، یه کنیز رو میگیره، لازم نیست مثلا صیغه عقد بخونه، هر لحظه بخواد میتونه بهش تجاوز بکنه و این من رو من درست نمیدونم. بعد این گفتش که چه خوب شد تو گفتی، من نمیدونستم، حالا که قرآن طرفدار برداریه من اگه آزاد بشم برم بیرون میرم 30 تا برده میگیرم که هی چریک پس بندازم. حالا شما رفسنجانی چطور بود؟ رفسنجانی هم آیا اصلا ایشون هم مثل خامنه‌ای نقشی در مبارزات به اون مفهومی که امروز ازش ببینین، اینا معمولا اینطوری بود سیاستشون، میرفتن بالا منبر یه توپق میزدن، یه چیزی میگفتن و دارن میگرفتن، دو بار زندانشون میکردن، میومدن بیرون از زندان میشدن قهرمان، بعد حاجی ها بازاری ها بهشون میرسیدن و پول و پله و فلان این حرف ها بهشون میدن، این حرف ها اینا در واقع تطمیع میشدن به نوعی، توجه میکنید، وگرنه اینها مبارز به اون معنا، مبارز انقلابی به اون معنا هرگز نبودن. این آدمایی نبودن که آرمانهای بلندی داشته باشن، اصلا آرمانی نداشتن اینها، اینا فقط و فقط به فکر جیب خودشون بودن، به فکر این بودن که 4 تا هوادار بیشتر جمع بکنن برای خودشون و یه 2 ماه زندان هم به هر حال میرفتن میکشتن، کارشون نداشتن که، نه شکنجه ایشون میکردن، نه کارشون میکردن، نه کتکشون میزدن، میگه بردنشون زندان قزل قلعه یا زندان قصر یا اوین، یه 2 ماه میموندن اونجا بعد ولشون کرد میادن بیرون. و بعد یکی از اشتباهات رژیم شاه همین بود که این طلبه ها رو به خاطر مثلا فروختن یک کتاب مثلا رساله آیت الله خمینی میگرفت مثلا 2 ماه 4 ماه 6 ماه زندانشون میکرد، بعد اینا قهرمان میشدن میادن بیرون، هیچ نتیجه هم نمیداد کارشون. شما به این مسائل که نگاه میکنید در حال حاضر وقتی یک بار دیگه بر میگردین و به عقب نگاه میکنین، خرداد 42 رو 15 خرداد 42 رو امروز چگونه میبینید؟
اون روز شما در اون شرایط و در حمایت و حرکت در اون شرایط بودید. من در 15 خرداد خودم شرکت داشتم و احتمال کشته شدنم بود. شما حمله کردیم به ایستگاه رادیویی میدان ارک و اونجا کنار من انسان‌های تیر خوردن افتادن. بله اون زمان من خب طبیعتاً حمایت میکردم از این روز، ولی بعدها که این روز رو تحلیل میکردم برای خودم، به نظر من روز 15 خرداد یک شورش کور بود، یک شورش کاملاً کور بود و در واقع مردم بر ضد منافع خودشون شعار میدادن. خمینی هیچ اندیشه‌ای نداشتش که به سود مردم باشه. خمینی مردم رو میخواست تحمیق کنه و مردم که دنبال خمینی افتادن در واقع بر ضد منافع خودشون شعار میدادن. امروز خمینی گفته بودش که شاه رفته کتاب باهایی‌ها رو خونده، اومده تصویب خود زن مرد رو میگه. مردم حرف اصلا نمیفهمیدن چی هستن، چی گفته خمینی. ولی من اون زمان مثلا نوار خمینی رو که تو 15 خرداد صحبت کرده بود، 14 خرداد صحبت کرده بود، نوارش رو داشتم به این خونه اون خونه میبردم و میذاشتم مردم گوش بکنن ببینن خمینی چی گفته. ولی واقعا بعدا که فکر کردم دیدم خمینی چیزی که گفته اونجا یک مش اراجیف، یک مش حرفای بی سر و ته که ای آقای شاه، ای جناب شاه به خودت رحم کن، ای پادشاهان، ای سلاطین مملکت اسلامی به ما رحم کنید. یعنی حرفای بی پایه‌ای که واقعا یک از یک رهبر، کسی که ادعای رهبری میکنه اصلا بعیده. نشون دهنده در واقع بیدانشی این مرد بود، این خمینی بود. نشون میداد که این هیچی واقعا از مسئله سیاسی نمیدونه، حتی صحبت کردن معمولیش نمیتونه درست فارسی صحبت بکنه. فارسی صحبت کردنش اصلا غلطای انشایی داشت اصلا مرتب وقتی حرف میزدش. شما گفتید یه جایی از کتابتون به اختلاف بین میر محمد صادقی، عسکرولادی، حجتی، عراقی و اینا اشاره که به این جو و در درون اینا اختلاف. این اختلاف آیا بحث اختلاف شخصی بود یا ایدئولوژیک بود؟ نه، بیشتر شخصی بود. ببینید در جمع اسلامی ما اون چنان این جمع فاقد پرنسیپ های انسانی بود که خیلی راحت بستر اختلافات شخصی میشد. مثلا در اون زمان بین حجتی کرمانی که یه روحانی بود و عسکرولادی دعوا شد توی جلسه عمومی. خب عسکرولادی ادعا میکرد که، یا مثلا حاجی عراقی ادعا میکردن که ما سالها مبارزه کردیم و تجربه سیاسی داریم و اینها، و حجتی اینقدر تجربه سیاسی نداره. حجتی هم میگفتش من آخوندم، مجتهد هستم و میدونم که چی میگم و از شما سوادم بالاتره. اونم به این چیزای خودش تکیه میکردش. در نتیجه بین اینا اختلاف به وجود اومد و اینا دعواشون شد. بعد محمد ابن مسیحی از این دعوا در واقع زده شد، از این جمع و از این رهبران این چنینی که با هم دعوا میکنن سر هیچیشون. به هر حال اینا خیلی 7-8 سال از ما بزرگتر بودن. عسکرولادی و حاجی عراقی اینا همون زمان 7-8 سال از ما، اون موقع 22 سالمون بود، اینا هر کدوم بالای 30 سال بودن. و ما از این رفتار اینها زده شدیم و به خصوص محمد ابن مسرقی زده شد و یه دوره اصلا کشید کنار، ایزوله شد، ایزوله کرد خودشو و پناه برد به سیگاری شد اصلا تو زندان. خب شما یک دور برای اینکه این از دست ندیم، حتما در این چند دقیقه باقی مونده بهش اشاره بکنیم، در زندان تغییر میکنیم. یعنی از یک انسان اسلامی، رادیکال اسلامی، شاخدار، شما از عنوان اصطلاح شاخدار ازش استفاده میکنید، از یک فرد کاملا رادیکال و بنیادگرا و به قولی واپسگرا میروید به سوی اون سوی خط و به سازمانهای چپ گرایش پیدا میکنید. اگر در این زمان کوتاه ممکنه این چجوری اتفاق میفته؟ ملاک ارزش برای من انسان بود. وقتی من در قرآن می‌دیدم که انسان تحقیر شده و در بیان این آخوندها در کتابایی که می‌خوندم، من خیلی مطالعه می‌کردم، می‌دیدم اینها تحقیر می‌کنن انسان رو. یعنی چیزی که اینجا ارزشی برش نمی‌ذارن انسانه، و اینجا می‌دیدم تو قرآن انسان تحقیر میشه. بعد این من رو دور می‌کرد از اسلام. یا مثلا زن، من اینو پذیرفته بودم که زن یک انسانه و مرد هم یک انسانه، این دوتا باید با هم برابر باشن قاعدتا، و قرآن اینو رد میکرد. به این در زندان رسیده بودین یا؟ بله. بله به این در زندان رسیده بودم با بحثایی که کرده بودم که اینا جفتشون انسان هستن و اینا با هم باید برابر باشن. با چه کسایی بحث میکردی؟ با چپای زندان.
اسم اگر ممکنه بچه‌ای که محمد چوپانزاده از گروه جزنی مثلا یکیشون که انسان بسیار بسیار والایی بود و من بسیار بسیار شدید تحت تاثیر شخصیت پاک و صادقش قرار گرفتم، بسیار انسان شریف و والایی بودش. بعد خب من می‌دیدم که در واقع این انسان اینجا تحقیر میشه و یک مش مثلا یه جمله چوپانزاده به من گفت، برام خیلی جالب بود، میگفت ببین شماها میگین که من حاضرم فدای اسلام بشم، ولی ما مارکسیست ها هیچ وقت نمیگیم من حاضرم فدای مارکسیست بشم، برای اینکه مارکسیسم احتیاج نداره که ما فداش بشیم. مارکسیسم یک علمه، یک دانشه برای مبارزه اجتماعی. ما فقط به این دانش باید مجهز بشیم که بتونیم انسانها رو نجات بدیم. ما حاضریم فدای انسانها بشیم، حاضریم فدای طبقه کارگر بشیم، فدای تویرستان بشیم، ولی حاضر نیستیم فدای مارکسیسم بشیم. مثلا این معنی یه چیز بی‌معنیه برای من. و شما میگین که فدای اسلام، این چه معنی داره؟ بعد من یه مرتبه این واقعا به فکرم رسید که راست میگه، خب این حرفه بی ربطیه. فدای اسلام شدن یعنی چی؟ برای چی من فدای اسلام بشم مثلا؟ برای چی؟ و به این ترتیب شما به اون بخش از گروه ها پیوستین که از سازمان های اسلامی مثل مجاهدین جدا شدن و بله. پیکره یک سازمان، اول اون روزها که نامشون رو برد مارکسیست اسلامی میگفتن، بعدا به سازمان بعد از انقلاب نامشون تغییر پیدا کرد بله. و سازمان های دیگری رو مثل پیکار رو تشکیل داد. شما هم از یکی از کسانی بودید که به این سازمان ها گرایش پیدا کردید. بله، من به سازمان راهکارگر گرایش پیدا کردم که ما البته اولین سازمانی بودیم که در سال 1958 کتاب منتشر کردیم به نام فاشیسم کابوس یا واقعیت. چون من وقتی از زندان آزاد شدم تنها چیزی که اعتقاد نداشتم اعتقاد به خمینی بود. من معتقد بودم که همون زمان قبل از اینکه خمینی اصلا وارد ایران بشه، معتقد بودم که خمینی برای کشور ما جز نکبت و بدبختی چیزی نخواهد آورد. و وقتی از زندان آزاد شدم، ملاقات کننده های من که برای دیدار من می اومدن، من غیر مستقیم یا گاهی موقع مستقیم علیه خمینی می گفتم که این آدم بی سوادیه، این آگاهی نداره، این اصلا صلاحیت رهبری نداره و از این صحبت ها. که فامیلای ما رفتن پشت سر من گفتن که بابا این دیگه کیه؟ با شاه که مخالف بوده، حالا این با خمینی هم مخالفه، پس این کی رو میخواد؟ بعد من در پاسخ اونا گفتم که من آزادی میخوام، من به انسان ارزش میذارم، من معتقدم مردم باید خودشون قدرت در دست بگیرن، من معتقدم باید شوراهای محلات، شوراهای ادارات، شوراهای مدارس، شوراهای دانشگاه، شوراهای کارخونه ها، اینها هستن که قدرت باید در دست بگیرن. یعنی مردم باید قدرت در دست خودشون باشه. یک نفر آدم بهترین آدم هم باشه، وقتی بهش قدرت زیاد بدی فاسد میشه و منجر به دیکتاتوری میشه. من معتقد به حکومت فردی نیستم، من معتقد به فرد پرستی نیستم، به یک فرد رو بالا ببریم و همه قدرت بدیم دستش. بله. اگر بخوایم تو یک دقیقه به پایان رو به برنامه مونده در یک دو دقیقه نگاه بکنیم، شما اگر کارنامه جمهوری اسلامی رو بخواید خلاصه بکنید چی میبینید؟ کارنامه جمهوری اسلامی رو پس از گذشت 33 سال در آغاز 34مین سال. به نظر من جمهوری اسلامی انسان رو از مرکز ثقل اجتماع حذف کرده. به نظر من جمهوری اسلامی انسان رو تحقیر کرده و فقیر کرده و خواسته که انسان‌ها همیشه گریه کنن، حزین باشن، شادی نکنن. جمهوری اسلامی مخالف شادیه، جمهوری اسلامی مخالف در واقع رونق اقتصادیه، جمهوری اسلامی در واقع نکبت رو بر جامعه ما حاکم کرده، کشتار رو حاکم کرده، سرقت، دزدی، رشوه خواری بیکران شده. بیکران یعنی تو ادارات جاهای مختلف، اینطور که شنیدم، من نرفتم 30 سال ایران نبودم، ولی کسایی که رفتن و اومدن میان تعریف میکنن، در واقع جایی نیستش که آدم بره و از آدم رشوه نخواد. خیلی روشن تو هر اداره میگن آقا نرخ این کار اینقدر میشه، یعنی اینقدر پول بدید تا امضا رو بعد مثلا یه مهر بزنیم پای نامزد، یه امضا بکنیم پای نامزد مثلا، همین. و این رشوه خواری بیکرانی که در این جامعه وجود داره، این چیزی بود که جمهوری اسلامی خواسته. یعنی فساد که تا مغز و استخون این رژیم رفته، فقر، بیداد، کشتار، تجاوز به دختران و پسران و مادر زندان‌ها، اینها جنایاتی که این رژیم کرده. من برای مردمم فردایی بهتر آرزو می‌کنم. من آرزو می‌کنم که مردم من از ستم اسلام رها بشن و به آزادی و شادی برسن. من هم از شما سپاسگزارم که در این برنامه حضور پیدا کردید. به بینندگانمون بار دیگر میگویم که آقای عباس مظاهری، نویسنده کتاب
شکوفه های درخت انار هستند که خاطرات دورانی است که در زندان گذروندن، به ویژه یاد 4791 روز زندانشون هست. ولی فقط این یک خاطره زندان نیست، در کنار جای جای این کتاب شما با شخصیت های متفاوتی که در امروز در جمهوری اسلامی نامشون رو بشنوین، از وزیر، از رهبر، از قدرتمداران، از کسانی که در مجلس خبرگان هستن، شکلهای مختلف که شما این نامها رو نگاه میکنید ببینید که در دوران گذشته میزان نگاهشون به جامعه و شکل نگاهشون چه شکلی بوده و میزان مبارزهشون اصلا در چه اندازه هایی بوده که بعدها به عنوان میراث خار انقلاب وارد صحنه مبارزات شدن. ضمن این کتاب 50 سال تاریخ جامعه ماست که من در اون زندگی کردم. بله. خب من همراه با شما سپاسگزاری میکنم از شما، همراه با شما از بینندگانمون خداحافظی میکنم. بدرود تا درودی دیگر، به امید روزهای بهتر، روزهای آزادی برای مردم ایران در سرزمین ایران. من هم سپاسگزارم.